افزایش نامنی ها در پایتخت اعضای خانواده جمشید 35 ساله را به گلیم غم نشانده است. مادر جمشید که در نبود پسرش ناله و فریاد میکند میگوید ساعت 8 شب گذشته جمشید برای خرید نان به نانوایی میرفت که از سوی یک دوست با گلوله کشته شد. بچه ما از پشت های کلش کتی مرمی وار کردن. بچه اگر کن پشتی نان رفت و خونای شریختاندن در نان. در خاک و در گلا خونای بچه ما ریختاندن. چهار تا اولادش کتی اونو پدری ری سفید زنش. دولی کرایی اینجا کرا میتون. جمشید یگانه نانآور خانوادهش بود. از او چهار فرزند بر جا ماندن. پدر جمشید میگوید پول کفن و دفن جمشید را ندارد. ما عدالت در دولت میخوایم. اگر نشده میرم جنازه خودم میگیرم میرم در پیش ریاست جمهوری کردم تفلکایش. و خاطر از اینکه امروز یه تو شد سبا دو تا جوان دیگه محمد تو میشه. و خاطر یک موبایل و خاطر پیسه. اونه خلا دیگه اگر دو دیه اگر نکه ندادی اونه میکشنه تا. ما نه پول کار داریم نه پیسه داریم هیچ چیز کار نداریم. ما فقط ظلم مثل که برات بیدرزادی ما رحمت ساخته. بیدرزادی ما کنش که اینجا اشتکای شاعتیم من داخته. ما همتون بکنیم. در کنار این بامداد امروز یک وکیل گذر در ناحیه 17 از سوی مردان ناشناس در چند متری خانه‌اش آماج 5 گلوله قرار گرفت و جان باخت. گواهان رویداد میگویند که وکیل گذر هنگامی که میخواست به ناحیه برود آماج قرار گرفت. شش مرمی خورده بود. ما کرات دو سه همسایه دیگه هم جمع شد. کل ما میگیره ورداشتیم به شبخانه کمال روند کردیم. وجه خود ما رفتن کارش بخاطر که خون زای نکنه وجه پلاستر کرده میره میخوادیم به شبخانه امرجنسی روان کردیم قسمت چاره انصاری جان داد با. باشندگان ناحیه 17 میگویند که نامنی ها در این بخش به اوج رسیدن اما پلیس در تامین امنیت مردم ناتوان است. دولتی که خودش تامین خود کردن نمیتونه با دیوارای سنگی خود پوشانده ما از چی خواست داشته باشه؟ خود محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان غمخوار ملت نیست، خونخوار ملت است. ما سر از فردا ما خود ما دست به عمل میشیم، هم از قاتل میگیریم هم سرک بند میکنیم تا که مشکل مال نشه اعلان میکنیم. اما پلیس کابل در پیوند به رویداد کشته شدن یک جوان میگوید که علت این قتل دزدی نبوده است، بل انگیزه مشاجره سبب این قتل شده است. سخنگوی پلیس کابل گفته است که علت قتل وکیل گذر در ناحیه 17 خصومت های شخصی بوده است.